بسم الله الرحمن الرحیم. علی دشبورد هستم. خیلی خوشحالم که با دوره آموزش برنامه نویسی گرافیک لایت پشتی در پایتون در خدمت شما. توی درس اول با مفاهیم گرافیک، گرافیک لایت پشتی، IDE و پایتون آشنا خواهید شد. در پایان دوره قادر خواهید بود نقاشی هایی رو با پایتون ایجاد کنید و اونا رو رنگ‌آمیزی کنید و حتی بتونید به حرکت در بیاریدشون. گرافیک از کلمه گراف میاد که معنیش خط یا خطوط هستش. گرافیک رو میتونیم به نوعی زبان تصویر هم به حساب بیاریم، اما گرافیک کامپیوتری از قدیمی ترین شاخه‌های علم رایانه است که کارش ترسیم، تغییر و کار بر روی تصاویر به شیوه های محاسباتی هستش. بازی های رایانه ای، انیمیشن های دو بعدی و سه بعدی، پردازش تصویر رو میتونیم نمونه ای از کارهای گرافیک کامپیوتری بدونیم. یه مفهومی وجود داره به نام پیکسل که کوچکترین جزء ساختاری تصویره. یه تصویر ممکنه از هزاران پیکسل که هر کدوم یک کد رنگی بر اساس مدل رنگ که داریم در کنار هم قرار گرفته شدن اون تصویر رو تشکیل میدن. زبان برنامه نویسی پایتون توسط این چهره‌ای که در تصویر می‌بینید، آقای فان رسوم هولندی ایجاد شد. لوگو اونم سمت چپ میتونید ملاحظه کنید. اولین نسخه پایتون در سال 1990 منتشر شد. پایتون دو نسخه داره. نسخه دو که اصطلاحاً میشناسنش به نام پایتون دو و پایتون سه. آخرین نسخه از پایتون دو که وجود داره پایتون 2.7.16 هستش. طبق اسنادی که توی سایت python.org وجود داره تا پایان سال 2020 فکر کنم از پایتون 2 پشتیبانی خواهد شد و بعد از اون پایتون 2 منسوخ خواهد شد. اما پایتون 3 جدیدترین نسخه از اون که وجود داره نسخه 3.7.2 هستش که در دسامبر سال 2018 منتشر شد. توی دوره برنامه نویسی گرافیک لایت پشتی به زبان پایتون ما از پایتون 3 استفاده می کنیم. پایتون ویژگی ها و اثرات زبان های ABC, C, C++, Lisp, APL و Modulatory رو گرفته و بر یه سری زبان ها مثل زبان بو، زبان گو، جولیا، F#، روبی و سویفت تونسته اثرگذار باشه. پسوند فایل های پایتونی هم .py, .pyc, .pyw و .pyd هستن اکثرن. یه سری از ویژگی ها توی زبان پایتون وجود داره که اونو توی سالیان اخیر خیلی محبوب و پر استفاده کرده. پایتون خیلی آسونه یادگیریش چون کلید واژه هایی خیلی کم داره. ساختارش ساده است. یه سری قواعد روشن مشخصی داره برای یادگیری. پایتون خوانایی بسیار بالایی داره. زمانی که شما با پایتون کار میکنید انگار با زبان انگلیسی سر و کار دارید. خیلی هم راحت میتونید کدهایی که به زبان پایتون نوشته شده رو بخونید و تقریبا اونو متوجه بشید. پایتون رایگان و متن باز است. یعنی استفاده از پایتون رایگانه، میتونید به کدهای پایتون دسترسی داشته باشید و توی گسترش اون همکاری داشته باشید و حتی ماژولا و یه سری کتابخونه هایی رو برای توسعه پایتونتون ایجاد کنید. پایتون جز زبانهای سطح بالا هست، یعنی زبانهایی که به زبان انسان نزدیک هستند. ویژگی قابل حمل بودن ویژگی جالب پایتون است که میتونید روی اکثر پلتفرم ها با رابط کاربری واحد و مشخص پایتون رو استفاده کنید. یعنی توی ویندوز، لینوکس، مک، رازبری پای، توی بردهای نهفته و سیستم های نهفته از پایتون استفاده کنید. پایتون شایگراست. از کلیه مباحث شایگرایی مثل وراثت و امثال اینها کاملا پشتیبانی میکنه. یه زبان انعطاف پذیره. یه سری پیاده سازی های پایتون به زبان های دیگه شده که شما میتونید هر سناریوی رو ایجاد کنید باش. مثل سی پایتون که از زبان سی و پایتون این پیاده سازی به وجود اومده، جی پایتون که ترکیب جاوا و پایتون هست و امثال اینها. پایتون در
سامانه های نهفته و جاسازی شده بسیار بسیار کاربرد داره. یه زبان مفسری هستش. پایتون یه کتابخونه بسیار بزرگی داره که تعداد ماژول توی اون وجود داره و میتونید اونا رو گسترش بدید. مثل ماژول های کار با پایگاه داده، ماژول جی او آی، ماژول های کار با سوکت توی شبکه و امثال اینها. همچنین زبان پایتون از برنامه‌نویسی رابط گرافیک کاربر یا اصطلاحاً جی او آی پشتیبانی میکنه و دارای یه سری کتابخونه هایی است مثل تیک اینتر، پای ساید و پای کیوت. مهمترین کتابخانه های گرافیکی پایتون هستند. همچنین پایتون انواع داده های داینامیکی سطح بالا رو پشتیبانی میکنه و اونا رو ارائه میده و از داینامیک تایپ اصطلاحا پشتیبانی میکنن. اما گرافیک لایک پشتی چیه؟ گرافیک لایک پشتی یه روشیه برای آموزش برنامه‌نویسی به کودکان که از زبان لوگو گرفته شده و مربوط میشه به سال 1996. یعنی برنامه نویسی گرافیک لایک پشتی اولین بار برای زبان لوگو توی سال 96 ایجاد شد. در پایتون ماژولی هم به همین نام یعنی لایک پشت وجود داره. یه سری امکانات داره که ما میتونیم از اون برای رسم اشکال و یه سری الگوهای خاص از رنگهاش و پنجرهایی که توی اون وجود داره از توابع و متدهای اون استفاده کنیم. یه سری محیط هایی برای برنامه نویسی به زبان پایتون وجود داره. اون کد و دستوراتی که ما به زبان پایتون ایجاد میکنیم و مینویسیم نیازمند اینه که داخل یه محیطی اجرا بشه. معروفترین اونها رو توی تصویر میتونید ببینید. ما توی این دوره از آیدل استفاده خواهیم کرد. محیط های دیگری هم وجود داره مثل سپایدر، پایچرم که بسیار بسیار معروفه و از مجموعه جت برینز هستش، محیط اریک، ویم یا محیط بسیار قدیمی و پرقدرت اولین بار در سال 1991 یعنی همزمان با پایتون تقریبا عرضه شد. برای نوشتن ویم از زبان سی کمک گرفته شده. محیط اتم رو داریم، محیط جوپیتر رو داریم که توی بروزر، توی مرورگر میتونید پایتون اجرا کنید به وسیله جوپیتر. توزیع آناکوندا رو داریم که کلیه کتابخونه و ماژول های معروف پایتون اومده و توی یه مجموعه جمع شده به اسم آناکوندا. میتونید اونو نصب کنید و از اون محیط استفاده کنید. حجم اون هم تقریبا 400 تا 500 مگابایت هستش. محیط پایدو رو داریم، محیط ثانی رو داریم و سابلایم. سابلایم یه محیط بسیار معروفیه که توسط زبان سی پلاس پلاس و همین پایتون ایجاد شده. یعنی برای به وجود آوردن سابلایم از زبان پایتون کمک گرفته شده. سابلایم یه حجمی معادل 20 تا 40 مگابایت رو میتونه داشته باشه. برای کار با پایتون باید یه سری بستهایی که به پایتون مربوط هستش رو توی سابلایم نصب کنید. محیط بعدی محیط ویژوال استودیو کد هست. توی این محیط که توسط مایکروسافت در سال 2015 عرضه شده میتونید بسته پایتون رو نصب کنید و به زبان پایتون کد نویسی کنید و خروجی بگیرید. برای ویژوال استودیو کد از CSS، جاوا اسکریپت و تایپ اسکریپت برای ایجادش استفاده شده. بعد از اون محیط وینگ رو داریم. در ادامه محیط آیدل رو دانلود و نصب خواهیم کرد به عنوان محیطی که کدهای گرافیک لایک پشتی رو توی اون خواهیم نوشت. برای دریافت محیط پایتون آیدل میتونید به وبسایت رسمی پایتون به نشانی python.org مراجعه کنید و اونجا محیط آیدل پایتون رو دریافت کنید. وبسایت رسمی پایتون هستش که توی صفحه اول میتونید یه سری اگزمپل خیلی ساده از کدنویسی پایتون رو ملاحظه کنید. توی تب دوم که دانلود هست میتونید پایتون رو برای اکثر پلتفرم ها دانلود کنید. ما از پلتفرم ویندوز استفاده میکنیم، پس ویندوز و این قسمت پایتون 3.7.2 رو باید دانلود کنیم. روی اون کلیک و محل ذخیره سازی رو مشخص میکنیم، سیو و منتظر دانلود میمونیم. پایتون ما دانلود شد. روی آیکون دانلود کلیک میکنیم. الان پایتونی که دانلود کردیم رو نصب میکنیم. حجم اون تقریبا 25 مگابایته.
توی صفحه اولی که میاد برامون میگه install now، همین الان در جا برامون نصب کنه یا شخصی سازی کنیم نصب رو. یه توضیح در مورد این تیک add python 3.7 to path بدم. برای اینکه ماژول ها و کتابخونه هایی که دانلود می کنیم در یک مکان واحد یا اصطلاحا در یک سینگل فولدر قرار بگیره، نیازه که این تیک رو بزنیم. روی کاستماایز کلیک می کنیم و گزینه ها رو با هم چک می کنیم. اسناد کمکی پایتون پیپ اصطلاحا برامون نصب میشه. این کمک میکنه به نصب ماژول ها و سایر کتابخانه های پایتون، TCL TK، محیط TK Inter برامون نصب میشه، یه کتابخونه گرافیکی پایتون هست، پایتون تست سویت رو برامون نصب خواهد کرد که کتابخانه های استاندارد پایتون اگه این تیک زده باشه به همراه پایتون نصب خواهد شد. یه لانچر نصب خواهد شد، لانچر پی وای، پسوند پی وای، و یه دونه هم میگه که برای سایر کاربران هم نصب بشه. توی این مرحله میتونیم کار خاصی رو انجام ندیم. تنظیمات مربوط به قسمت‌های پیشرفته نصب هست، مثل کار با متغیرها، لانچر پایتون، دیبایر، پری کامپایلر. میتونیم اینستال بزنیم و پایتون رو نصب کنیم. در آخر پیام نصب با موفقیت انجام شد. توی استارت کافیه بنویسید آیدل. محیط کدنویسی پایتون براتون باز خواهد شد، یه همچین محیطی رو داره. بالا این قسمت یه توضیحاتی در مورد نسخه پایتون برامون نوشته. میتونیم از گزینه Options و Configure Idle یه فونت مناسب رو برای کدنویسی اعمال کنیم. این فونت کانسول هاست و سایز 12. کدها رو توی این محیط خواهیم نوشت و خروجی خواهیم گرفت. این قسمت اصطلاحا شل نام داره که اگه یه کد خیلی راحت و کوچیک بنویسید، مثلا پایتون برامون پرینت کنه یه رشته ای به اسم this، بعد از زدن اینتر میتونید خروجی کار رو ببینید. و اگه هم خواستیم کدهای خیلی بزرگ بنویسیم، نیو فایل پایتونی ایجاد میکنیم و در این قسمت کدهای بزرگ، دو خطی، سه خطی و الی آخر رو اینجا خواهیم نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هستم با درس دوم از آموزش برنامه نویسی گرافیک لایک پشتی به زبان پایتون. توی این جلسه قصد داریم یه دونه اسکرین ایجاد کنیم و روی اون یه سری عملیات هایی رو انجام بدیم. در ابتدا لازمه که ماژولی که مربوط به کار با گرافیک لایک پشتی توی پایتون هست رو فراخونی کنم با استفاده از کلمه کلیدی import و نام ماژول turtle. import turtle. الان ماژول وارد محیط پایتون شد برام. میتونم از فانکشن ها و متد هایی که داره استفاده کنم. یه دونه اسکرین میسازم، ویندو اسم متغیر برابر باشه با turtle.screen. متد اسکرین اون رو استفاده می کنم. یه دونه پنجره گرافیکی برام ایجاد کرد که حالا این پنجره یه سری ابعادی داره که با setup window.setup میتونم اونو دستکاری کنم. 200x200 اندازش بشه. اندازه تصویر رو برام 200x200 تغییر داد. میتونم موقع تغییر اندازه window.setup نیستم width اونو برابر با 500 قرار بدم، اسم طول عرض رو هم قرار بدم و height اون رو باز برابر با 500، اندازه پنجرم 500x500 بشه. اینم از پنجره. میتونم از پایتون بخوام که طول یا عرض پنجره رو برام توی خروجی نمایش بده. کافیه اسم آبجکت رو بنویسیم window.windowHeight، پرانتز باز و بسته، ارتفاع رو برام مشخص کن، میگه ارتفاع شما 500 هستش. و اگر window.windowWidth رو بنویسیم، طول بازم 500 بهمون برگشت داده میشه. این پنجره‌ای که دارم رنگ سفید پس‌زمینی اونه. میتونم رنگ پس‌زمینه رو هم تغییر بدم. window.bgColor توی پرانتز دابل کوت یا سینگل کوت نام رنگ رو میتونم به صورت رشته بهش پاس بدم. رنگ رو به صورت گرین درآورد بک‌گراند رو. میتونید مقدار هگزادسیمال هم بهش بدید. window.bgColor لیسری میام از سینگل کوت استفاده میکنم. مربع
اف 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 3 تا 2 رنگ رو به این صورت برام در آورد. یه متدی وجود داره برای بستن پنجره به اسم بای. اگه اون رو فراخونی کنید window.by پنجره رو براتون میبنده. در ادامه میام یه دونه نیو فایل پایتونی ایجاد میکنم و در همون ابتدا توی درایو اف پوشه فرادرس اونو با عنوان screen ذخیره میکنم. ماژول رو ایمپورت میکنم، ایمپورت کن ترتل، آبجکت سکرین رو میسازم، ترتل دات سکرین، بعد از اون میام و تصویر پس زمینه رو میخوام تغییر بدم. الان اگه اجرا کنم فقط پنجره رو برام ساخت. توی شل اگه ببینید یه این فایل شما از این مسیر اجرا شده. درایو اف پوشه فرادرس و سکرین دات پای. من توی درایو افم یه دونه تصویر دارم به عنوان فرادرس با پسفند GIF. میتونم اون رو به عنوان پس زمینه قرار بدم. چون تصویر من جفت فایل پروژه هست، نیاز نیست مسیر رو بنویسم. فقط کافی نام و پسفند فایل رو قرار بدم. window.bgpic background picture توی پرانتز باز و بسته میگه pic name برام بنویس. pic name رو به صورت رشته باید بنویسید. فرادرس.gif اگه اجرا کنم تصویر فرادرس پس زمینه کارم قرار میگیره. پنجره‌ای که دارم یه دونه تایتل داره که نوشته Python Turtles Graphics. میتونم اون رو تغییر بدم. کافیه بنویسم window.title توی پرانتز میگه یه تایتل string قرار بده. یه نوشته به عنوان تایتل برام بنویس تا ما اونو ست کنیم براتون. براش مینویسم فرادرس. اجرا کنم عنوان پنجره رو برام تغییر میده. الان توی صفحه من هیچ لایک پشتی ندارم، هیچ شایعه طراحی ندارم. اگه من بخوام تعداد لایک پشت های توی صفحه رو ببینم کافیه بنویسم window.turtles. تعداد لایک پشت ها رو توی خروجی برام نمایش میده. البته چون من از فایل استفاده میکنم نیاز هستش که قبل از اون پرینت رو قرار بدم. اجرا اگه کنم یه دونه لیست خالی به من پاس میده، یعنی شما هیچ لایک پشتی توی اسکرین ندارید. اگه هر چند تا لایک پشت داشته باشید تعداد اون و مکان اون توی حافظه توی لیست براتون نمایش داده خواهد شد. الان یه دونه لایک پشت ایجاد میکنم توی صفحه، اسمش رو میذارم لاکی. لاکی برابر با ترتل دات ترتل تیه بزرگ. اجرا کنم یه دونه اشارهگر طراحی توی مختصات نقطه صفر برام ایجاد میکنه. و اگه الان این کامنت رو بردارم و توی خط بعدی قرار بدم اجرا که کنم میگه شما یه دونه لایک پشت در این نقطه دارین، در این مکان از حافظه یه دونه شیء ترتل دارین. پس یه دونه لایک پشت توی یه دونه لیست برام پاس داده شد. یه تابعی هست به اسم clear. اگه من بنویسم window.clear کلیه اشکال و طراحی‌هایی که توی صفحه وجود داره رو برام پاک خواهد کرد. ببینید صفحه رو به حالت اول برام برگردون. همینطور reset screen window.reset screen میگه reset all turtles on the screen to their initial state. همه لایک پشت ها توی سکرین با حالت اولیه برگشت داده میشن، پاک خواهند شد. اگه اجرا کنم تقریبا همون کار کلیر رو برام انجام میده. اگه بیام این دوتا کلیر رو کامنت کنم، همینطور این خط رو و اینجا که گفتم لاکی برام بساز، یه دونه لایک پشت برام بساز، یه دونه متد وجود داره به اسم get shapes. کلیه اشکالی که لایک پشت خواهد گرفت رو برام چاپ خواهد کرد. اگه بنویسم پرینت کن window.getShapes همه اشکالی که لایک پشت میتونه بگیره رو برام چاپ کن. یه لیستی برگشت داد برام از اسم اشارهگرهای طراحی. این اشارهگری که وسط هست اسمش کلاسیک هستش. arrow اگه بنویسم همین شکل پیکان هست اما تو خالی. شکل بعدی blank هست، یه شکل خالی. سیرکل یه دایره برام رسم میکنه. کلاسیک گفتیم همین است. سکوئر، تریانگل و ترتل. اگه ترتل قرار بدم این شکل تبدیل به
لاک پشت خواهد شد. باز میام من این خط رو هم کامنت میکنم. یه متدی وجود داره به اسم نام اینپوت، میتونم از کاربر عدد به عنوان ورودی بگیرم، بعد یه کارایی رو باش انجام بدم. مثلا عدد از کاربر بگیرم، بعد بر اساس اون عدد طول یا عرض صفحه رو مشخص کنم. window.nameInput توی پرانتز یه دونه تایتل، یه دونه پرامپت، یه دونه دیفالت، مینوال و ماکس وال، 5 تا پارامتر این متد ازم میگیره. یه دونه تایتل میگیره که من همون نامبر میذارم، یه دونه پرامپت میگیره میگم پلیز انتر نامبر، یه دونه مینوال میگیره حداقل مقدار، مینوال حداقل 2، یه دونه مکسوال حد اکثر 20، و یه دونه دیفالت اگه کاربر هیچی وارد نکرد 5 برام قرار بده. حالا میام و می نویسم window.setup with the اون رو میذارم 500 و اینجا یه متغیر میذارم به اسم x. window.nameInput رو میذارم توی x و height یا ارتفاع رو میذارم به x، یعنی عدد اون رو از x بگیره، از چیزی که کاربر وارد کرده عدد رو بگیره. میگه یه عددی وارد کن که به عنوان ارتفاع باشه و میگم 200. البته اینجا حداقل و حداکثر براش گذاشتم، حداقل گذاشتم 2 و حداکثر 20، همون 20. ببینید ارتفاع رو به اندازه 20 برام تغییر داد. اگه من اینو بذارم 200 و باز اجرا کنم، 200 رو بذارم، ارتفاعم به 200 تغییر پیدا کرد. این از کاربرد نام اینپوت. یه متد دیگه وجود داره به اسم تکست اینپوت، میتونید از کاربر متن بگیرید، یعنی یه متنی از کاربر بگیرید و از اون توی کدهاتون استفاده کنید. my title رو تعریف میکنم به عنوان متغیر، میگم window.textInput، یه دونه تایتل و یه دونه prompt میگیره، همون تایتل رو میذارم و prompt رو میذارم فرادرس. خب الان گفتم my title برابر باشه با window.textInput، یه متنی از کاربر برام بگیر، بعد هر متنی که کاربر گرفت رو عنوان تایتل پنجره، تایتل اسکرین قرار میدم.